باسم درود شنونده های مهربان طلی این ساعت ژورنالیست تلویزیون آرزو ایسایوف برنامه های شامگاهی را در رادیوی پایتخت میزبانی میکند. موضوع گفتگوی او با شنوندگان سازمان تندگرایی حزب التحریر است. این یک موضوع جدی و برای جامعه تاجیکستان خیلی مهم میباشد. اما تا زمان گذشتن به رادیوی پایتخت آرزو در تلویزیون دولتی کار میکرد و اجازه گزارش دادن در موضوع های مانند به این را نداشت. از اونجا ما میشنویم که خیلی خوشبختیم، خیلی سربلندیم، در محیط خیلی زیبا زندگی میکنیم، هر روزمون عید است. اما در اینجا باز هم میبینیم که قطار پرابلم های دیگر هستند، از قبیل نبودن جای های کوری خالی، از قبیل نورسایی معاش، مسائل اجتماعی، مسئله مهاجرت. اکنون رفتن از وسایط اخبار دولتی و کاریافتن در مطبوعات مستقل به یک تمایل تبدیل شده است. خبرنگاران تا رفت جای کاری ثابت و پیشرفت حرفه‌ای را به آزادی بیان و کار بر مطبوعات خصوصی عوض می کنند. وسایط اخبار عموم در تاجیکستان به دو جبهه جدا شده است، مطبوعات دولتی و مطبوعات خصوصی. اولی ها بیشتر همچون شیپور حکومتداران فعالیت می کنند و گزارش های آنها از حقیقت دیده بیشتر به رویا می ماند. دومی ها برعکس به آینه جامعه تبدیل شدند. در فضای خبری کشور این دو جبهه با هم سبقت می کنند و این سبقت تا حال با برتری بیشتری مطبوعات خصوصی انجام شده است. ژورنالیستیک این سیاست است. در سیاست هیچ وقت متحدی نیست. مهمش اون که ژورنالیست های ما به همدیگر دشمن نیستند. اینش برای ما مهمتر است. دستاورد اصلی مطبوعات مستقل در بالا بردن سطح آزادی بیان و کاهش دادن خودسانسوری در جامعه روزنامه‌نگاران مشاهده می شود. حالا در صحیفه های مطبوعات و تارنامه ها موضوع های بررسی می شوند که 5 سال پیش ممنوع بودند. روزنامه‌نگاران شکست و ناکامی های حکومت را آشکارا انتقاد می کنند. همزمان با این مقامات نیز فشار را بالای ژورنالیست ها افزون تر می کنند. نمونه این ده ها دعواهای دادگاهی و پرونده های بی اساس بر ضد خبرنگاران و نشریه هاست. نمونه روشن پرونده جنایی علیه خبرنگار بی بی سی اورومبای عثمانوف و خبرنگار نشریه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف، همچنین پرونده ها علیه نشریه ملت، پیکان، ازیه پلیوس، فرج و آزادگان است. در این سمت ژورنالیست که چندان کامگار نبوده است. مقصد از آغاز کردن این قضیه ها فشار آوردن به روزنامه‌نگاران، به رسانه‌های خبری بود. مدعیان به هر راه می‌خواستند برای دیگر روزنامه‌نگاران سبق بدهند که نباید از چهارچوبه که از جانب مسئولین مقرر کرده می‌شود برایند. سالهای اخیر مقامات بیشتر از پیشتر خبرنگاران را در راستای انتخاب قرار می دهند، یعنی آزادی بیان یا تعقیب دادگاهی و یا که خودسانسوری. در چنین حال خبرنگاران راهی برای خود بهتر را انتخاب کردند، یک دلی و پشتیبانی از یک دیگر. ظهورات همراهی ژورنالیستان این امری واقعی بود، فقط سازمان یا شخص لازم بود که این سوال را، این مسئله را مطرح کند و دیگران جانبداری خود را ابراز دارند. حالا مطبوعات مستقل در نبرد با فشار حکومتداران غریزه و یا اینستینکت مخصوص حاصل کرده است. همدلی روزنامه‌نگاران و نشریه هایی که تحت تعقیب دادگاهی قرار گرفتند شیوه نوی واکنش به فشارهای مقامات است. و گفته کارشناسان این مکانیزم در جریان بازداشت و مرافعه اورومبای عثمانوف و محمد یوسف اسماعیلوف بیشتر مشاهده شد. بررسی های آشکار نحوه بازداشت خبرنگاران در مطبوعات و دلیل های ضد و نقض عیبدار کننده ها قریب در تمام وسایط اخبار مستقل پخش شد. هنگام طول کشیدن قضیه های سودی به خاطر کرای حمایتگر یا ادوکات و دیگر تدبیرها، سازمان دادن یا تاسیس دادن یک خزینه همراهی در حالت های فوق العاده هم بررسی شد و این کار هم وقتای آخر با هر گونه ظهور خود یک شکل گرفتن دارد. اما همدلی روزنامه‌نگاران تاجیک را امتحان جدی در پیش است. در سال 2013 هم سال انتخابات ریاست جمهوری، مقامات تاجیکستان معمولا در دوره های انتخابات، مخصوصا انتخابات ریاست جمهور، نظارت بر مطبوعات مستقل را بیشتر می کنند. فضای اطلاعاتی، پاککاری و وسایط مورد ایراد از بازار رانده می شود. در چنین معرکه های سیاسی از همه بیشتر نشریه ها قربان می شوند.